با سلام به حاضرین در سمینار حق احیاد و کیفر مرگ در ایران که به مناسبت دهم اکتبر روز جهانی مبارزه با اعدام در شهر فلورانس برگزار می شود. ابتدا وظیفه خودم می دانم که از همه سازمان ها و شخصیت های دستن در کار این نشست قدردانی کنم. همچنین از حضور آقای جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در کنار شخصیت های حقوق بشری و کنشگران سیاسی ایران خوشحالم. با امید اینکه ایشان بتوانند بر تلاش خودشان برای متوجه کردن مسئولیت جامعه بینالمللی نسبت به ماشین کشتار جمهوری اسلامی که پیش از چهار دهه است بدون وقف جان شهروندان ایرانی را میگیرد بیافزایند جمهوری اسلامی از همان فردای انقلاب با برپا کردن جوخهای مرگ بر بام مدرسه رفاه و اعدام سران رژیم سابق استقرار خود را با خشونت و نقض حقوق بشر آغاز کرد اعدام همزاد حکومت اسلامی است حکومتی غیر متعارف که از بنیادهای آن بر اساس اصول شریعت استوار شده است شریعت شیعه همه حاضران در این سمینار کارنامه سیاه حکومت اسلامی را در زمینه اعدام در ظرف این چهل و چند ساله به خوبی میدانند که همباره در صدر لیست اعدام قرار داشته گروه های، از گروه های سیاسی از بهاییان دگر باشان دگر اندیشان زنان کودکان قاچاقچیان مواد مخدر و اقلیت های قومی و مذهبی چند نفر تا کنون توسط هیولایی به نام جمهوری اسلامی اعدام شدند من در اینجا میخواهم روی اعدام در جمهوری اسلامی به عنوان قتل سازمان یافته حکومتی مرکز کنم آقای کریور روشنفکر دینی میگوید در اسلام در اسلام اسلام سنتی انسان فاقد حقوق ذاتی است و مبنای برابری حقوقی همه انسانها که سنگ اول اندیشه حقوق بشر است توسط اسلام نقض می شود. همین روایت را محمد تقی جعفری که او را پدر معنوی حقوق بشر اسلامی می نامند در منشوری که در تقابل با اعلامی جهانی حقوق بشر در ماه اوت 1990, 1990 تحت عنوان حقوق بشر اسلامی تهیه کرده است به روشنی بیان می کند. او می حقوق بشر بایستی بر پایه یک بنیاد ارزشی تعریف شود که با نظرات پیامبر اسلام منطبق باشد. او در مقایسه بین حقوق بشر غربی و اسلامی از آن می دارد اسلام زندگی به عنوان هدیه خداوند فهمیده می شود در منشور غربی انسان در مرکز همه چیز قرار می گیرد و نه خدا انسان بی خدا سرگشته است این نگاه ایدولوژیک از بد و انقلاب بر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مسلط بوده و مقوره اعدام در جمهوری اسلامی نیز که از آن من به عنوان قتل سازمانی یافته حکومتی اسمی برم را می در همین چارچوب بررسی کرد یعنی بستر جنایت اعدام و نقض حقوق بشر را بایستی در بنیاد ایدئولوژیک حکومت اسلامی جستجو نمود از اسفند سال 1357 تا کنون به دستور خمینی دادگاه های انقلاب تأسیز و شروع به کار کردند. دادگاه انقلاب دستگاه و ماشین سرکوب و ماشین کشتار حکومت اسلامی است که توسط حاکمان شهر بدون دادرسی عادلانه در ظرف این چهل و چند سال جان شهروندان ایرا ایرانی را گرفته است دادگاه های انقلاب احکام اعدام را بر مبنای قرآن سنت و مقررات اسلامی و منابع فقه شیعی صادر می کنند احکام محاربه مفسد فیلرز قطع و طریق بقی ارتداد قتل عمد زنا با محارم و یا تجاوز به عنف همه از منابع قرآن از منابع فوق و یا قرآن استخراج شدند. حکومت اسلامی ساختاری درست کرده است تحت عنوان دادگاه انقلاب که بازپرس دارد که در کنارش همیشه یک بازجو فعال است خود هم صدور حکم توسط قاضی همین دادگاه دادگاه انقلاب صادر می شود و وقت اجرای حکم هم یک قاضی اجرای احکام بر اعدام نظارت می کند اتهاماتی که حکم اعدام برای آنها در نظر گرفته شده است لیست بلند بالایی است که ربطی به قوانین مدنی و عرفی در کشورهای دیگر ندارند در پروسه دادرسی و محاکمه متهم سیاسی از داشتن وکیل مستقل محروم است و نیروهای امنیتی بر این روند نظارت کامل دارند این ساختار به مدت و چهار سال است که اعدام می کند و مدام عریض طبیعی تر می شود جمهوری اسلامی کانون وکلای اسکودا را که عضو کانون بین المللی دانان است عملا منحل کرده و وکلای امنیتی که به وکلای تبصری 49 مشهور شده اند به جای دفاع از متهم عملا در خدمت قاضی هستند این ساختار همیشه مورد حمایت علی خامنه ای ولی فقیه نظام اسلامی بوده است جمهوری اسلامی از شعر الگویی درست کرده است برای مجازات مخالفین سیاسی عقیدتی دگراندیشان به هایی ها دیگر باشان و دیگر گروه های اجتماعی وقتی میگویم قتل سازمان یافته حکومتی یعنی قتلی که حکومت بر اساس ایدئولوژی اسلام سیاسی علیه شهروندان خود سازماندهی کرده است و نه بر مبنای قوانین مدرن و رایج چنین برخوردی قابل مقایسه است با دستگاه انکیزاسیون کلیسای قرون وسطا و یا دستگاه قضایی نازیسم هیتلری جمهوری اسلامی از اعدام همواره برای سرکوب مرعوب کردن و حذف فیزیکی یه شهروندان ایرانی استفاده کرده و می خیلی از اعدام ها خودسرانه یا فراغذایی هستند که حتی بدون همین حکم و پروسه دادرسی حکومتی هم به اجرا گذاشته می شوند. حکومت جمهوری اسلامی بدون توجه به هشدارها و محکومیت های پی در پی سازمان های حقوق بشری همچنان بر اساس ساختار قضای شری اعدام را ادامه میدهد و خشونت را